درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه سوم ژانویه 2024 میلادی برابر است با 13 دی ماه سال 1402 خورشیدی. رسانه های حکومتی در ایران امروز چهارشنبه 13 دی ماه از وقوع دست کم دو انفجار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان خبر دادند که بر اثر این انفجارها تا کنون 103 تن کشته و 141 تن هم زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. اشکان موسوی مدیر روابط عمومی هلال احمر کشور هم گفته است که با توجه به وخامت اوضاع تعداد مفقود الاثرها در حادثه انفجارها در کرمان هم زیاد است. معاون استانداری کرمان ساعتی بعد از این دو انفجار اعلام کرد که این حادثه یک حمله تروریستی بوده است. در همین زمینه خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از برخی از منابع مستقر در کرمان که در صحنه انفجار امروز حضور دارند نوشت در ورودی گلزار شهدای کرمان دو کیف بمب‌گذاری شده وجود داشت که عامل یا عاملین این حادثه ظاهراً با ریموت بمب‌ها را منفجر کردند. خبرگزاری ایرنا هم نوشته است که انفجار اول در 700 متری محل دفن قاسم سلیمانی و انفجار دوم در 1 کیلومتری محل دفن او رخ داده است. برنامه چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در این محل در حال انجام بوده است. وزیر کشور جمهوری اسلامی در واکنش به این انفجارها گفته که عوامل این جنایات باید منتظر پاسخ کوبنده و قاطع دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ایران باشند. احمد وحیدی در توضیح این انفجارها به تلویزیون دولتی ایران گفت در ساعت 3 بعد از ظهر اولین انفجار رخ می‌دهد و هنگامی که باقی زائران به کمک مصدومان می‌آیند انفجار دوم در ساعت 15:20 دقیقه رخ می‌دهد و تعداد دیگری از افراد در حادثه دوم دچار حادثه می‌شوند. به ادعای او این جنایت علیه افرادی شد که به دنبال عشق خود و اسطوره مقاومتشان یعنی حاج قاسم بودند. مجتبی زنوری نایب رئیس مجلس هم گفته است که با توجه به جنس کار که اقدام غیر انتحاری بوده به نظر می‌رسد که از اقدامات اسرائیل است. با انتقامی که ارزش عملیاتی جهانی خواهد داشت اسرائیل را تنبیه خواهیم کرد. تلویزیون حکومتی ایران هم از چهارشنبه خبر داد که هیئت دولت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه را عزای عمومی اعلام کرده است. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیامی این انفجارها را در ظالمانه بودن و ددمنشی شکاور خوانده و با تسلیت به رهبران جمهوری اسلامی گفته است که تروریسم در همه اشکال آن محکوم است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم به خاطر آنچه که حملات تروریستی شنیع در ایران خواهد تسلیت گفت. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اقدام مخالفان حکومت را در تحریم انتخابات پیش رو خصمانه خواند و آنها را به مخالفت با اسلام متهم کرد. خامنه ای امروز چهارشنبه 13 دی ماه در دیدار با گروهی از مداحان حامی حکومت با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه گفت یک عده‌ای نمی‌خواهند این انتخابات آنچنانی که شایسته این ملت است انجام بگیرد. تلاش می‌کنند که مردم را مایوس کنند. وانمود می‌کنند که انتخابات فایده‌ای ندارد. این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کند با جمهوری اسلامی مخالفت کرده و با اسلام مخالفت کرده است. وحید بهشتی فعال سیاسی ایرانی در سخنرانی در پارلمان اسرائیل کنست گفت اسرائیل نباید از حمله به پایگاه‌های سپاه، سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و خانه‌های مقامات بلندپایه این رژیم در داخل ایران ابایی داشته باشد، زیرا این تنها زبانی است که جمهوری اسلامی می‌فهمد. بهشتی گفت حماس و حزب الله باید از بین بروند و از آنجا که جمهوری اسلامی به منابع نامحدود دسترسی دارد در مدت چند ماه گروه‌های نیابتی با نام‌های دیگر را جایگزین آنها خواهد کرد. این فعال سیاسی افزود شکی نیست که دستور حمله 15 مهر حماس به اسرائیل از داخل ایران صادر شد و طراحی آن از درون جمهوری اسلامی شکل گرفت. اسرائیل باید سر اختاپ
محبوس را هدف قرار بدهد. جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها مشروعیت خود را از دست داده و در ضعیف‌ترین موقعیت خود است. به افزود از زمانی که جمهوری اسلامی سر کار آمد، شعار اصلی آن نابودی اسرائیل بوده و بسیار فعالانه به دنبال محقق کردن این هدف بوده است. تنها کافی است که به تعداد گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در اطراف اسرائیل بنگریم. وحید بهشتی جمهوری اسلامی را دشمن مشترک مردم ایران و اسرائیل خواند و گفت بیش از یک سال است که برای تروریست شناخته شدن سپاه که پدرخوانده حماس، حزب الله، جهاد اسلامی و سایر گروه‌های نیابتی است، مقابل وزارت خارجه بریتانیا تحسن کرده است. پیامی که امروز چهارشنبه 13 دی ماه در حساب اینستاگرامی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل منتشر شده، از تشدید فشارها بر زندانیان سیاسی زن در زندان اوین خبر داده و نوشته است که وضعیت جسمانی برخی از زندانیان زن وخیم است. به نوشته خانم محمدی، در روزهای اخیر دست کم 13 زن از زنان زندانی با اتهامات سیاسی در بند زنان زندان اوین به دستور مقامات امنیتی از تماس تلفنی با نزدیکان خود محروم شدند. در بند زنان زندان اوین 61 زن زندانی سیاسی محبوس هستند. خانم محمدی در یادداشت اخیر خود نوشته است که تشدید فشار بر زندانیان زن زندان اوین بعد از بازدید روز 6 دی ماه قضات دادگاه انقلاب از زندان اوین صورت گرفته است. در جریان این دیدار شماری از زنان زندانی در اعتراض به سرکوب مردم، حبس، بازداشت و شکنجه، شعارهای ضد حکومتی و اعتراضی سر دادند. به گزارش خانم محمدی، زنان معترض در زندان اوین خطاب به این قضات و مقامات گفتند: در میان شما قضاتی چون افشاری و عموزاد هستند که طی سالهای اخیر بیشترین احکام ظالمانه و ضد بشری را صادر و اجرا کردند. زنان معترض در ادامه خطاب به این مقامات تاکید کردند که دست از اعدام معترضان بردارید و چرخه خشونت مرگبار علیه مردم این سرزمین را متوقف کنید. نرگس محمدی در بخش دیگری از یادداشت خود نوشته است که 3 تن از زندانیان زن همبند او با بیماری‌های صعب العلاج مانند لوپوس، پارکینسون، سکته مغزی و تومور مغزی دست و پنجه نرم می‌کنند. 2 تن از آنها سابقه ابتلا به سرطان را دارند و 4 زندانی هم از بیماری‌های حاد استخوان و مفاصل رنج برده و 7 زن هم بیماری قلبی دارند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، ببخشید، بعد از کشته شدن سید عزی موسوی از فرماندهان سپاه قدس در جریان حمله اسرائیل به دمشق، یک پزشک متخصص و شناخته شده در شهر بجنورد به اتهام هتاکی به این فرمانده سپاه بازداشت شده است. یک منبع آگاه میگوید که دکتر محمد شجاع از متخصصان قلب کودکان در شهر بجنورد همزمان با انتشار خبر کشته شدن سید عزی موسوی در حساب کاربری اینستاگرام خود استوری منتشر کرده با این مضمون که امشب در آپارتمان ما بوی کتلت پیچیده است. بلافاصله بعد از انتشار این استوری، نیروهای اطلاعات سپاه محمد شجاع را بازداشت و مطب و منزل او را هم تفتیش کردند. این پزشک متخصص شناخته شده پیش از این در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی هم به دلیل حمایت از اعتراضات بازداشت شده بود. مشروبات تقلبی در ایران همچنان یکی از موضوعات خبرساز است و در تازه ترین مورد داستان عمومی و انقلاب ماکو از مسمومیت 20 تن و کشته شدن 3 تن از شهروندان این منطقه بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی خبر داد. روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی اعلام کرده که 20 تن با علائم مسمومیت الکلی به بیمارستان فجر ماکو منتقل شده و 3 تن هم بر اثر مسمومیت الکلی به دلیل تقلبی بودن مشروبات فوت کردند. بر همین اساس اعلام شده که 4 تن در رابطه با این حادثه دستگیر شدند. عملیات اعزام زائران ایرانی به حج عمره که قرار بود امروز بعد از 9 سال از سر گرفته شود فعلا تعلیق شده است. حسام قربان علی، سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، به تلویزیون دولتی ایران گفته است که همه برنامه ریزی های پروازی و زیرساخت‌های لازم برای اعزام به عربستان انجام شده بود، اما به دلیل عدم دریافت مجوز نهایی از عربستان با مشکل مواجه شدیم و همکاران ما در حال پیگیری موضوع هستند. گفته شده است که بلیت پرواز زائرانی که امروز چهارشنبه
13 دی ماه پرواز داشتند صادر شده بود، اما با توقف پروازها هنوز زمان قطعی برای اعزام زائران ایرانی به عمره مشخص نشده است. شرکت هواپیمایی هما اعلام کرده که به محض دریافت مجوز اقدام به اعزام زائران خواهد کرد. اعتراضات کارگری در استان خوزستان در یک هفته اخیر با شدت بیشتری ادامه یافته است. کارگران کارخانجات تولید فولاد در این استان از جمله پروژه ملی صنعتی فولاد خوزستان، شفق راهیان اوکسین و کارخانه پارس فولاد هفت تپه با تداوم اعتراضات صنفی مطالبات خود را دنبال کردند. کارگران صنایع خمیر و کاغذ دیبای شوشتر هم برای پایان دادن به بلا تکلیفی شغلی و معیشتی به دنبال تعطیلی کارخانه تجمعات صنفی خود را برگزار کردند. بینندگان هوشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونا روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس. 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. روزنامه اطلاعات در مطلبی با انتقاد از سیاست دولت جمهوری اسلامی در افزایش مالیات ها نوشت، این تصمیم فشار سنگینی به مردم ایران وارد خواهد آورد. این روزنامه نوشت دولت ابراهیم رئیسی مالیات ها را در بودجه سال 1403 حدود 50% افزایش داده، اما برای حقوق ها رشد نهایتاً 18% در نظر گرفته شده است. روزنامه اطلاعات از دولت، مجلس و قوه قضاییه خواست در برابر سیاست گذاری های خود پاسخگو باشند و با ذکر جزئیات برنامه هایشان را برای جبران فاصله 32% تورم حقوق اعلام کنند تا مردم بفهمند کجای کارند.
این روزنامه تاکید کرد که افزایش مالیات‌ها از جوانب مختلف در نهایت بر دوش مردم است، چون تولید کننده ها، وارد کننده ها، فروشنده و مالک مالیات را خودش نمی پردازد و به حلقه بعدی منتقل می کند که تهش مردم هستند. دولت جمهوری اسلامی در لایحه بودجه سال آینده میزان مالیات دریافتی را به 2 برابر درآمد نفتی رسانده است. یک مقام آمریکایی با استناد به اطلاعاتی که از طبقه بندی محرمانه خارج شده به خبرگزاری روترز گفته است که سازمان‌های جاسوسی آمریکا ارزیابی می‌کنند که گروه اسلامگرای حماس و یک گروه فلسطینی دیگر که با اسرائیل می‌جنگند از بیمارستان شفای غزه برای فرماندهی نیروها و نگهداری برخی گروگان‌ها استفاده کردند، اما تا حد زیادی این مجتمع را چند روز قبل از ورود نیروهای اسرائیلی به آنجا تخلیه کردند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که این مجتمع توسط حماس و جهاد اسلامی فلسطین برای فرماندهی نیروهایی که علیه اسرائیل می‌جنگند استفاده می‌شد. از سوی دیگر فرانسه و آلمان اظهارات 2 وزیر ارشد اسرائیلی در خصوص ترغیب فلسطینیان ساکن غزه به رفتن از این باریکه را نکوهش کردند. وزارت خارجه آلمان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای این اظهارات را غیر سازنده نامید و رد کرد. وزارت خارجه فرانسه هم در این روز در بیانیه‌ای خواهان خودداری از اظهارات تحریک‌آمیز، غیر مسئولانه و تنش‌زا شد. در خبر دیگر، در پی کشته شدن ساله آل‌آروری، معاون رهبر حماس در خارج در حمله پهپادی به حومه بیروت، اسماعیل حمیه رهبر حماس که در قطر سکونت دارد گفت اسرائیل عواقب این اقدام را خواهد دید. همزمان اما مقامات اسرائیلی دست داشتند در این عملیات را رد کردند. مشاور ارشد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که اسرائیل مسئولیت حمله به صالح آل‌آروری را بر عهده نمی‌گیرد. شبکه العربی که به عربستان سعودی نزدیک است روز چهارشنبه خبر داد که گروه افراطی حماس در پی کشته شدن صالح آل‌آروری تدابیر امنیتی جدیدی برای تردد و دیدارهای مقامات این گروه در نظر گرفته و اجرای آن را آغاز کرده است. در ادامه واکنش ها به کشته شدن صالح آل‌آروری، وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم این حمله را به شدت محکوم کرد و فرانسه خواستار پرهیز اسرائیل از تشدید تنش در لبنان شد. دادستان دادگاه فدرال منهتن روز سه‌شنبه در کیفرخواستی اعلام کرد که باب مندز سناتور دموکرات متهم شده که یک بازرگان اهل نیوجرسی را به یکی از اعضای خانواده پادشاهی قطر و یکی از چهره‌های کلیدی شرکت مرتبط با دولت قطر معرفی کرده است. باب مندز اما میگوید که بیگناه است. به گزارش آسوشیتد پرس، بر اساس کیفرخواست اصلاح شده‌ای که منتشر شد، ظاهراً این معرفی پیش از سرمایه‌گذاری شرکت قطری در پروژه املاک و مستغلات این بازرگان اهل نیوجرسی صورت گرفته است. هرچند آخرین نسخه این کیفرخواست در دادگاه فدرال منهتن هنوز هویت اعضای خانواده پادشاهی قطر را مشخص نمی کند، اما می گوید که این فرد یکی از مدیران شرکت سرمایه گذاری قطر است. همزمان در کیفرخواست آمده که سرمایه گذار قطری سپس برای سرمایه گذاری چند میلیون دلاری در پروژه املاک و مستغلات که توسط بازرگانی به نام فرد دایبس به همراه سناتور و همسرش برنامه ریزی شده بود در نظر گرفته شده و شروع به مذاکره کرد. بر اساس این کیفرخواست فدرال، سناتور باب منندز در ازای تلاش برای ترغیب شرکت سرمایه گذاری قطر به سرمایه گذاری با فرد دایبس، از جمله با انجام اقدامات مطلوب برای دولت قطر، پول نقد و شمشیر طلا پذیرفته است. ایالات متحده و قطر توافق کردند که حضور نظامی آمریکا در پایگاه هوایی العدید قطر برای 10 سال دیگر تمدید شود. این پایگاه که در صحراهای جنوب غربی دوحه واقع شده، میزبان بزرگترین زیرساخت نظامی آمریکا در خاورمیانه است. خبر این توافق نخست توسط CNN گزارش شد، اما پنتاگون هنوز به درخواست اظهار نظر در این مورد پاسخی نداده است. این توافق در حالی صورت می‌گیرد که قطر در مذاکرات میانجیگری بین حماس و اسرائیل نقش مؤثری ایفا می‌کند. دخالت این کشور در تلاش‌های آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی و کمک به غزه باعث گفتگوهای منظم بین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و امیر قطر شده است. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید.
درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. کلودین گی، رئیس دانشگاه هاروارد، در پی اتهام سرقت ادبی روز سه‌شنبه 12 دی ماه استعفای خود را اعلام کرد. او پیشتر نیز به دلیل شهادتش در یک جلسه استماع کنگره که در آن نتوانست به صراحت بگوید درخواست‌های مطرح شده در محبته دانشگاه برای نسل کشی یهودیان نقض خط مشی اخلاقی دانشگاه است، زیر تیغ انتقادها قرار گرفت. خانم گی، دومین رئیس زن و اولین رئیس سیاه پوست هاروارد، تنها چند ماه بعد از تصدی این سمت استعفای خود را اعلام کرده است. فرانسواز بورنه، دختر جوانی که معشوق خود ژاک کارتو را مقابل ساختمان شهرداری پاریس چنان عاشقانه بوسید که تصویر ثبت شده آن توسط روبر دوانو، عکاس فرانسوی به یکی از معروفترین عکس های قرن بیستم بدل شد، در سن 93 سالگی و در تنهایی درگذشت. عکس بوسه مقابل شهرداری که در بهار سال 1950 ثبت شده بود در مجله لایف چاپ شد، اما خیلی زود به فراموشی سپرده شد. اما در دهه 1980 و زمانی که از این عکس در چاپ پوسترها و کارت پستالهای تبلیغاتی پاریس و گردشگری فرانسه استفاده شد، این عکس به سمبل نوستالژی عشق رمانتیک فرانسوی بدل شد. خانم بونه در سال 2005 یک کپی از عکس اصلی را که توسط روبر دوانو به او داده شده بود در یک حراجی به قیمت 185 هزار یورو به فروش رساند. روبر دوانو، یکی از بزرگترین عکاسان مستند فرانسوی، در سال 1994 درگذشت. ژاک کارتو، معشوق خانم بورنه، هم چند سال پیش در فرانسه درگذشت. برادگان عشمان، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.